ببخشید این صحبته که اونجون که اصلا منو چون من دیشب حقیقت یه جای دیگه بودم، بیشتر همین صحبت ها بود، دلم میخواست باتون شعر بکنم، دلم نیومد این کارو نکنم. این 49 روز عمر فقط و فقط میتونه به ما یه نوع آگاهی و اورننس رو بده که همونطور که امام بیشتر صحبت هایی که کرد که ما بتونیم تو تله ایگومون نیفتیم. ببینید ایگوه ما رو تو تله میندازه، یعنی مرتب در روز لحظه به لحظه با ما این کار رو میکنه. این یعنی ایگو حالتی داره که مثلا عصبانیت ما، مثل اینکه ما چجوری از یکی تنفر پیدا بکنیم، مثل حسادت، مثل جاجمنت، مثل تنبلی، مثل ترسای بی خودی که داریم یا خودخواهی های ما. اینه که همونطور که باز دوباره کیوانجون گفت، اینا به ما زخم میزنه، ما رو اذیت میکنه، اسکور میذاره روی صورت ما. ببینین نوره رو خدا از ما نگرفت، روی ما اون پوست ما رو کشید، اون نوره زیر هست، اون نوره وجود داره، فکر نکنید از بین رفته. ما تنها کاری که باید بکنیم اینه که بتراشیمش. ما 49 روز وقت داریم که این کار رو بکنیم، روز به روز و لحظه به لحظه ما میتونیم این کار رو بکنیم. تو من هفته پیش بود، تو پاراشه هفته پیش پاراشه رهه بود، یه دفعه مثلا وسط پاراشه میگه ببین من به تو داس رو میدم، تو شروع کن خود جوارو چیز کن، حساب درو کن فلان. این یعنی ما باید دقیقاً بشینیم خودمون رو بفهمیم و اون کرکتر دیفکتای خودمون، نواقص اخلاقی خودمون. اون نواقص اخلاقی ما همون پوستی که رو ما کشیده شده، همون زخمای اون اسکارایی که کیوانجون الان به ما گفت. و تنها راهش یه چیز پیدا کردن چیزه و اون هامبل بودن. یعنی تا هامبل نباشیم نمیتونیم پیدا کنیم. ما تا به ما میگن که آقا چه نواقص اخلاقی داری، چه مشکلی داری، نه ما هیچی، همه چی درسته، نه والا ما. ولی ببینیم 49 روز وقت داریم و اون 49 روز اینه که یه قلم و یه کاغذ همیشه با خودتون داشته باشه، همیشه این 49 روز داشته باشه اینو، ببین چه اتفاق قشنگی تو زندگیتون میفته. یه دفعه تو خیابون دارین راه میرین، یکی میپیشه جلوتون، یه دفعه شما حالتون خوب نیست، بمیسین، یعنی نوعی عصبانیت دیگه، یعنی خیلی کوچولوشو بهتون میده. و اینو بمیسین و شب شاوات، شبیه که اون نوره که زیر اون پوسته است، اونو وقتی اینو برداریم میتونیم با خدا اقرار کنیم، پیش خدا بگیم، اعتراف بکنیم. شب شاوات اعتراف بکنیم، ببین چه اتفاقی تو زندگیتون میفته. یعنی ما وقتی که تمام این دیفکتامونو، کرکتر دیفکتامونو باش روبرو بشیم و اقرارش بکنیم و بگیم، یه اتفاق عجیبی میفته، که اصلا یه نور به خصوص میاد توی زندگیتون که فوق العاده است. هفت سال پیش ما همینجا نشسته بودیم، دقیقا میگم هفت سال پیش، میدونم که کیوان اونجا نشسته، شب شاوات بود و منم همین اینجا کنارش نشسته بودم. بعد یه دفعه کیوان گفت همین چرا یه دفعه حالت اینطور شد، دلت میاد؟ یهودا. واو، من اسمم عوض کرده بودم، اسم دیگه ای داشتم و یه لحظه این حس رو کردم که این انرژی یهودا اومد تو وجود من و از اون شب زندگی من واقعا عوض شد. درست خدا رو شکر دو سال بعدش خدا اولین نوه من درست شب شاوات به من، درست شب شاوات هستی رو میگم. اینه که یه وقت من میام اینجا با تو صحبت میکنم، یه چیزایی که واقعا اکتش کردم، واقعا تو زندگی من بوده، لمسش کردم، دیدمش. یعنی منم خود من از همه شما بیشتر این دیفکتور رو دارم، خودم دارم الان، ولی تازگی یاد گرفتم که چقدر منو تو تله میندازه، چقدر منو اذیتم میکنه. و بهترین راهش اینه که بدونیم، خودمون رو بشناسیم، با خودمون روبرو بشیم، نترسیم از این موضوع و اون شب بیان شب شاوات اعتراف بکنیم، ببین چه اتفاقی میفته براتون. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم.